کمپین هر ایرانی یک صدا در حمایت از اعتصاب قضای 12 زندانی سیاسی آغاز به کار کرد. تا دقایقی دیگر با اخبار دوشنبه 30 خرداد ماه از رسانه سبز ایران رسا همراه باشید. مهمترین عناوین خبری: بیانیه انجمن اسلامی جامعه پزشکی خطاب به 12 زندانی اعتصاب کننده در اوین. یک نماینده مجلس گفت ایجاد 1,600,000 شغل در سال 89 واقعیت ندارد. و طرح استیضاح وزیر خارجه در مجلس به دنبال انتصاب محمد شریف ملک‌زاده. سلام و شب بخیر میگیم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه رسا با اخبار دوشنبه 30 خرداد ماه 1390 از رسانه سبز ایران رسا با شما هستیم. من هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما بینندگان محترم، همراه ما باشید تا پایان این بخش خبری. خبر اولمون مربوط هست به کمپین هر ایرانی یک صدا. کمپین هر ایرانی یک صدا در حمایت از اعتصاب قضای 12 زندانی سیاسی آغاز به کار کرد. به گزارش کلمه، این کمپین در اطلاعیه آغاز به کار خود اعلام کرد روزهایی را از سر می گذرانیم که رهبران جنبش مردم ایران ماه هاست به بند کشیده شدند و نگذاشتند که کوچکترین صدایی از آنها به مردم برسد. روزهایی را که مردم موظفند برای ادامه حیات و مبارزه روی پای خود بایستند و به هیچ نیرو و فرماندهی متکی نباشند. روزگاری را می گذرانیم که در آن ارزشمندترین و شریفترین ها به وحشیانه ترین صور موجود در روز روشن و در خیابان و یا در بهداری زندان مورد ضرب و شتم قرار می گیرند و به قتل می رسند. آنها اعلام کردند که ایرانیان چهارگوشه جهان از امروز با فرستادن پیام‌های صوتی و تصویری خود از گوشه و کنار دنیا صدای حمایت و همدلی خود را به این عزیزان دربند و خانواده‌های نگرانشان برسانند و حمایت همه جانبه خود را از این حرکت سیاسی اعلام کنند. این کمپین معتقد است امروز هر ایرانی یک صداست. مبارزه را این بار با بلند کردن صدای خود در حمایت از 12 زندانی سیاسی دربند زندگی خواهیم کرد. انجمن اسلامی جامعه پزشکی خطاب به زندانیان سیاسی نوشت ملت قدردان استقامت شماست، اعتصاب خود را بشکنید. در پی اعتصاب قضای نامحدود 12 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین، انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران در پیامی خطاب به زندانیان گفته است درود و رحمت خدا بر بندگان دربندی که برای پاسداشت حق و عدالت متحمل رنج زندان هستند و با این حال از استقامت در مسیر بازمانده و رنج اعتصاب قضا را برگزیدند تا ندای حق طلبی خود را به گوش هر کس که می تواند با توجه و کمک خود یاری رسان حق و قانون باشد برسانند. به گزارش کلمه در بخشی از این نامه آمده است اراده شما برای اعتصاب قضای اعتراضی آن هم پس از آنچه بر سر دوست و همبند شهیدتان هدا صابر آمد ستودنی است. با این حال نمی توانیم نگرانی بی حد خود را از اینکه جان شما عزیزان در خطر است مکتوب نگاه داریم. ملت و خانواده های شما نیز نگرانند. نگذارید محنت مردم با رنجی که هر لحظه با تداوم اعتصاب قضای شما در وجود خود احساس می کنند افسوده شود. اعتصاب قضای خود را بشکنید و به آن خاتمه دهید و مطمئن باشید به همین اندازه که همت کرده اید اثر گذاشته اید. ملت قدردان همت والا و استقامت شماست و از شما الهام و انگیزه می گیرد. 12 زندانی اعتصاب کننده قضا در زندان اوین عبارتند از بهزادیان نژاد، باقی، مظفر، عرب سرخی، قدیانی، بهاور،
حسدی زیدآبادی، دلیرسانی، داوری، مومنی، احمدی عمویی و مقیسه. رئیس کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی یادآور شد ایجاد 1,600,000 شغل با توجه به نرخ 13.5% بیکاری در سال 89 با واقعیت منطبق نیست. به گزارش خانه ملت، حسین نجابت گزارشی از عملکرد این کمیسیون در بررسی میزان اشتغال زایی در کشور ارائه داده و تصریح کرد. کمیسیون جهاد اقتصادی طی 3 جلسه مسئله اشتغال را با حضور شیخ الاسلام، وزیر کار و امور اجتماعی و عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، به بحث و تبادل نظر گذاشت که این مقامات دولتی با ارائه گزارش خود گفتند که دولت در سال 89 1,600,000 شغل ایجاد کرده است. نجابت یادآور شد گزارش وزارت کار به کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی ارائه شد، اما در این رابطه چند مسئله وجود دارد. یکی این که هر کسی که یک یا چند ساعت در هفته مشغول به کاری بوده شاغل محسوب می شد. این در حالی است که هدف از شغل آن است که حداقل معیشت تأمین شود و ضمن آن که این تعریف با تعاریف مرکز جهانی آمار همخوانی ندارد. عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد در رابطه با آمار ارائه شده از سوی وزارت کار باید راستی آزمایی صورت گیرد تا آن مسئله به تایید مجلس و دولت برسد. رئیس کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی همچنین گفته است یک مسئله مهم دیگر آن است که اگر 1,600,000 شغل در سال 89 در کشور ایجاد می شد باید در شاخصهای اقتصادی ظهور و بروز می یافت. یعنی وقتی نرخ بیکاری در سال 88 11% اعلام شد و سال 89 این نرخ به 13.5% رسیده است، نشان از افزایش بیکاری دارد نه کاهشان. به دنبال اعتراض راهیافتگان مجلس به انتصاب محمد شریف ملکزاده به عنوان معاون وزارت خارجه، استیضاح علی اکبر صالحی وزیر خارجه در مجلس مطرح شد. به گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، از صبح دیروز تا کنون 25 تن نامه استیضاح را امضا کردند. در بخشی از این نامه آمده است: گرچه انتخاب معاون از اختیارات وزیر است، ولی هیچ وزیری حق ندارد فردی را به معاونت نصب کند که اکثریت همکارانش در مدیریت قبلیش بازداشت شده و خود وی نیز با اتهامات متعدد مالی و غیر مالی در شرف بازداشت است. یادآور می شود از زمان علنی شدن اختلاف ها میان حامیان رهبری و طیف دولتی ها بر سر وزارت اطلاعات، اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی حملات گسترده ای را علیه برخی از اطرافیان رئیس دولت آغاز کردند. در این میان محمد شریف ملکزاده که از سوی اسفندیار رحیم مشایی به عنوان دبیر شورای عالی ایرانیان منصوب شده بود، از سوی مخالفان اصولگرای دولت به عنوان یکی از عناصر جریان انحرافی شناخته می شود. در این بخش با خبرهای کوتاه همراه شما هستیم. فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اصغر فرهادی برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره سیدنی استرالیا شد. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سایت رسمی جشنواره، هیئت داوران جشنواره به ریاست چن کایگه، فیلمساز چینی، دلیل اهدای این جایزه به جدایی نادر از سیمین را قدرت احساسی و شجاعت فیلمساز در نفوذ به عمق موضوع فیلم اعلام کردند. مدیر بخش سینمایی رادیو ای بی سی استرالیا، سارا واد فیلمساز استرالیایی، کری فاکس سینماگر استرالیایی و مارک هربرت تهیه کننده انگلیسی، چن کایگه را در داوری فیلم ها و اهدای جایزه نقدی بهترین فیلم به مبلغ $60,000 استرالیا همراهی کردند. سید ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه، در نشست خبری خود به دولت توصیه کرد که عملاً به مردم نشان دهد در انتخابات هیچ دخالتی نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری های رسمی، این مقام عالی قضایی توضیح داد سازوکار قانونی انتخابات را قوانین موضوعه و قانون اساسی کاملاً مشخص کرده است و اجرای این قوانین تضمین کننده رأی ملت خواهد بود. معاون اول آیت الله آملی لاریجانی به دولت توصیه کرد رعایت چارچوب قانون برای همه وظیفه و برای مجریان
این وظیفه مضاعف است و باید دولت در عمل نشان دهد هیچ گونه دخالتی در انتخابات ندارد و در روند انتخابات کاملا قانونمند و بر اساس ضوابط خواهد بود. وی بدون اینکه به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دهم و پیامدهای آن اشاره کند، این سخنان را در تقابل با دولت گفته است. علی شکوری راد گفت اصلاح طلبان در صورت تداوم وضعیت فعلی برنامه‌ای برای حضور در انتخابات آینده ندارند. این نماینده مجلس ششم در گفتگو با ایلنا افسوده، با اطلاعاتی که بنده از نشست‌ها و رایزنی‌های اصلاح طلبان دارم، این گروه در صورت تداوم وضعیت فعلی برنامه‌ای برای حضور در انتخابات ندارند. و ادامه داده یقیناً اگر شروط مطرح شده از سوی آقای خاتمی پذیرفته شود، فضای سیاسی تا حدودی برای شرکت اصلاح طلبان در انتخابات آینده مجلس هموار خواهد شد. وی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره دلایل ظهور جریانات انحرافی در کشور گفته، ورود به این دعوا را به صلاح نمی‌دانم. زندان‌های نظام استبدادی جای امنی برای زندانیان سیاسی نیست. به گزارش جرأت، جمعی از فعالان و علاقمندان خانواده نیروهای ملی مذهبی در تبعید با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعتراض به شهادت هدا صابر اعلام کردند. تأسف‌بار و هولناک آن که دیگر حتی بهداری زندان‌های نظام استبدادی نیز جای امنی برای زندانیان سیاسی نیست. در این بیانیه تأکید شده است ساخت سیاسی قدرت در ایران که می‌کوشد بحران مشروعیت دموکراتیک خود را با اسلحه‌های نفتی و ارعاب و تهدید بپوشاند، دروغ و تزویر و مرگ را چون دیگر نظام‌های شرک‌آلود بی‌پروا به کار بسته تا چند سباهی بر عمر نامشروع خیش بیفزاید. هرچند که این تداوم سلطه به بهای خون پاکترین و فرزانه‌ترین فرزندان ایران زمین تمام شود. به دنبال انتشار خبر شهادت مظلومانه هدی صابر، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی، مراسمی با حضور تعدادی از زندانیان رجایی شهر برگزار شد. به گزارش جرأت، در این مراسم زندانیان با حضور خود و قرائت فاتحه و سرود، علاوه بر گرامی داشت یاد و خاطره این فعال سیاسی، به ذکر فضائل اخلاقی و توصیف دیدگاه‌های سیاسی و منش و سلوک هدی صابر پرداخته و مرگ او را هم که در پی اعتصاب قضا صورت گرفت ناشی از همین بینش و منش خاص این زندانی سیاسی ارزیابی کردند. یادآور می‌شود در این مراسم تعدادی از دوستان، همکاران و همبندیان سابق شهید هدی صابر از جمله کیوان صمیمی، احمد زیدآبادی، داوود سلیمانی، مجید توکلی، مسعود باستانی و عیسی سحرخیز از زندانیان رجایی شهر حضور داشتند. فرید صلواتی، روزنامه‌نگار اصفهانی و افشاکننده ماجرای تجاوز در خمینی شهر، از زندان آزاد شد. به گزارش ندای سبز آزادی، فرید صلواتی از فعالین و روزنامه‌نگاران اصفهان پس از یک هفته بازداشت از زندان آزاد شد. و یکی از نوادگان علامه جعفری می باشد در 22 خرداد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و تاکنون نیز تحت بازجویی بوده است. پس از ماجرای هولناک تجاوز به زنان در خمینی شهر اصفهان، فرید صلواتی اولین کسی بود که پرده از این ماجرا برداشت و باعث شد تا خبر تجاوز به زنان که توسط عده‌ای ناشناس صورت گرفته بود در رسانه‌ها منعکس و منتشر شود. هنگام شهیدی، روزنامه‌نگار منتقد هم برای گذراندن دوران مرخصی خود موقتاً از زندان آزاد شد. به گزارش خانه حقوق بشر ایران، هنگام شهیدی، مشاور دبیرکل و عضو حزب اعتماد ملی، در حوادث پس از انتخابات بازداشت شد و به 6 ماه و 3 ماه و 1 روز حبس تعزیری محکوم شد. وی هم اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان اوین است. مراسم یادبود عزت‌الله و خالص صحابی و هدی صابر در لندن برگزار می شود. روز سه‌شنبه 21 ژوئن از ساعت 7 تا 9 بعد از ظهر مراسم گرامی داشته یاد مرحوم عزت‌الله صحابی و دو شهید جنبش سبز، خاله صحابی و هدی صابر، در محل تئاتر سخنرانی 1 برگزار می شود. سخنرانان این مراسم عبارتند از شیرین عبادی، مسعود بهنود، فرخ نگهدار، عنایت اتحاد،
سروش دباغ، یاسر میردامادی، حامد یوسفی و در فاصله سخنرانی ها ویدیو کلیپی از عزت الله صحابی و آخرین گفتگوی حاله صحابی که 4 ساعت قبل از مرگ او انجام شده و بخشی از فیلم تست دموکراسی ساخته محسن مخملباف هدیه فیلمساز به یاد عزت الله صحابی و حاله پخش خواهد گردید. یک روز انتخابات، 2 سال بحران، هنوز رای ها رو نشمرده بودن، بازداشت ها شروع شد. 22 خرداد 88، چهره های مشهور اصلاح طلب فردای انتخابات در زندان بودند. بازداشت ها ادامه داشت و اعتراض سبز ها گسترده تر. دانشجوها و مردم عادی کوچه و خیابان هم به زندان رفتند. شکنجه، تجاوز، قتل. برنامه چهره ها از مبارزان مدنی میگوید که در زندان ها مقاومت میکنند. رنج پس گرفتن رأی و ایستادن در برابر ستم. چهره زندانیان سیاسی در برنامه چهره ها. من فرزانه بزرگور هر هفته با برنامه چهره ها از تلویزیون رسا. و در ادامه، انتقاد خوششهره از محدود شدن هر روزه فضای نقد در کشور، افزایش ناگهانی نرخ بلیط قطار، گرامی داشت دومین سالگرد شهدای جنبش سبز و برگزاری مراسم سالگرد درگذشت دکتر علی شریعتی در سکوت. محمد خوشچهره با گفتن اینکه دولت تحت هیچ شرایطی انتقادات را جدی نمیگیرد، نتیجه گیری میکند که فضای نقد روز به روز محدودتر میشود. نماینده سابق مجلس در دوره 7 قوه مقننه منتخب تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به شرایطی که در روزهای نمایندگی تجربه کرده بود گفت: دقیقاً به یاد دارم که در زمان دولت خاتمی هر بار که احساس می‌کردیم فعالیت دولت نیاز به نقد دارد، نظر خود را علنی می‌کردیم و کمتر اتفاق می‌افتاد که به دلیل این رویه مورد مؤاخذه یا برخوردهای آنچنانی قرار بگیریم. حتی بارها با وزیران دولت در برنامه‌های زنده تلویزیونی به تبادل بحث پرداختیم که عمده نظرات ما را در اجرایی شدن برنامه‌های دولت مورد توجه قرار می‌دادند. خوشهره با اشاره به شرایط فعلی ادامه داد: از همان اولین روزهای استقرار دولت نهم، نکته‌هایی که به وضوح به چشم می‌خورد این بود که دولتی‌ها تحت هیچ شرایطی حاضر به شنیدن نظری خلاف نظر خود نبودند و متأسفانه همین عاملی بود تا مشکلات همچنان باقی بماند و ضررهای زیادی متوجه کشور و البته مردم می‌شود. وی همچنین با اشاره به واکنش دولت و حامیانش به منتقدان دولت افسود: واقعاً جای تأسف است که دولتی‌ها در واکنش به نظراتی که ریشه در نگرانی‌های چهره‌های مختلف داشتند دست به تخریب می‌زدند و الان هم شاهد این هستیم که هر کسی حرف و نظری خلاف آنها مطرح می‌کند، نه تنها حرفش را نمی‌شنوند بلکه با تحلیل‌ها و قضاوت‌های نادرست سعی در تخطئه او دارند. افزایش ناگهانی بلیط قطارهای شرکت مسافربری رجا مسافران را شوکه کرد. به گزارش آتی نیوز، روز گذشته سایت اینترنتی فروش بلیط قطار برای ارائه بلیط از تاریخ اول تیر تا 10 تیر ماه در دسترس مردم قرار گرفت. بر اساس این گزارش با مراجعه به سایت و مقایسه قیمت‌ها مشاهده شد که بدون اعلام قبلی شرکت رجا اقدام به افزایش قیمت‌ها کرده و این افزایش ناگهانی مراجع کنندگان به دفاتر فروش و سایت را دچار حیرت کرده است و به دلیل اینکه بیش از 15 دقیقه وقت برای خرید نداشتند، به ناچار آنهایی که موفق به دریافت بلیط شدند مجبور به خرید هم شدند. اما نکته ای را که میتوان به آن اشاره کرد، مدت زمان 10 روزه تعیین شده برای خرید بلیط بود که این روال برخلاف رویه های گذشته است و خانواده را برای برنامه ریزی برای سفر با مشکلاتی همراه کرده است. این گزارش تصریح می‌کند در فروش‌های قبلی طول مدت حداقل 1 ماه تا 45 روز را در نظر می‌گرفتند، اما در 2 فروش قبلی 10 روز را بیشتر پیش فروش اعلام نکردند و تنها دلیل آن را می‌توان افزایش قیمت‌های ناگهانی نام برد که شرکت رجا به این مهم دست یافت.
در ادامه برگزاری مراسم سالگشت شهدای جنبش سبز، خانواده و دوستان شهید حسین اخترزند به همراه گروهی از مردم اصفهان یاد و نام این شهید جنبش سبز را گرامی داشتند. به گزارش کانون حمایت از خانواده‌های جانباختگان و بازداشتی‌ها، بعد از ظهر روز جمعه 27 خرداد مراسمی جهت دومین سالگرد شهادت حسین اخترزند در باغ رضوان اصفهان برگزار گردید. گفتنی از شهید حسین اخترزند در جریان سرکوب اعتراضات سال 88 توسط لباس شخصی ها از بالای یک ساختمان به پایین پرتاب گردید و جان سپرد. یادآور می شود طی روزهای اخیر خانواده و اقوام داوود صدری، دیگر شهید جنبش سبز نیز همراه با گروهی از مردم بر سر مزار وی در کرج گرد هم آمده و یاد او را گرامی داشتند. در همین رابطه مراسمی نیز جهت بزرگداشت شهید سجاد سبزعلی‌پور در گیلان برگزار شد. همچنین روز پنجشنبه 26 خرداد ماه مراسم دومین سالگرد شهادت مصطفی غنیان، شهید الله اکبر جنبش سبز، با حضور پرشکوه مردم مشهد برگزار شد که جو امنیتی و پلیسی شدیدی در این مراسم حاکم بود. سالگرد درگذشت دکتر علی شریعتی در سکوت برگزار شد. 29 خرداد ماه مصادف با 34 سال روز عروج دکتر علی شریعتی است. به رسم هر سال در این روز آیین‌های بزرگداشت مختلف از سوی خانواده و دوستداران دکتر علی شریعتی در سراسر کشور برگزار می‌شد. به گزارش روزنامه اعتماد، احسان شریعتی اعلام کرد که بنابر اعلامیه صادر شده از سوی خانواده این مرحوم که روی پایگاه اطلاع رسانی بنیاد شریعتی منعکس شده، خانواده ایشان سالگرد 34 را در سکوت برگزار خواهند کرد. در متن این بیانیه آمده است که خانواده شریعتی امسال درخواستی برای برگزاری مراسم نخواهند داشت و از حضور مطبوعاتی یا شرکت در سایر جلسات رسمی نیز معذور خواهند بود. در پی روبه وخامت گذاشتن وضعیت جسمانی حسین رونقی ملکی در زندان، فعالان حقوق بشر نسبت به در خطر بودن جان این زندانی سیاسی هشدار دادند. آقای ملکی که با نام مستعار بابک خرمدین وبلاگ می‌نوشت، حدود 1.5 سال پیش دستگیر و به 15 سال زندان محکوم شده است. در ارتباط با وضعیت این وبلاگ نویس زندانی با احمد رونقی ملکی پدر وی گفتگویی انجام داده ایم که می‌شنوید. آقای رونقی ملکی، آخرین اخباری که از وضعیت جسمانی پسرتون در زندان دارین چی هستش؟ قبلا کلیهش عمل کرده بودن که پیوند کلیه زده بودن. ایشون رو از بیمارستان آزاد کردن. پزشکان برایشون یه ماه مرخصی داده بودن در منزل. بعد از یه ماه 31 باید می آوردن در مانگاه. مجددا دارو می دادن. از طرف زندان مسئولین بهداری زندان نیاورده بودن و همونطور مانده بود. کلیهش هم پیوند زده. یه کلیهش سطحش 80% از کار افتاده، کلیه راستش 20% از کار افتاده و الان هم بیمارستان بستری است. حالش هم وخیمه، هم بازیاش قبلا زده بودن مشکل داره، هم سرش رو زده بودن به دیوار اونور، اعصابش مشکل داره، هم کلیه‌اش فعلا مشکل داره، تحت درمان در بیمارستان هم بستری است. متاسفم که مسئولین زندان و مسئولین قضایی توجه نمی‌کنن. ایشون باید در استراحت باشه، در منزل استراحت باشه، تحت درمان قرار بگیره. این دستشو پاشو می‌بندن، تحت نمی‌تونه اونور بگرده، نمی‌تونه اینور بگرده. با سه تا مأمور دست پایشون بستن. ایشون نیاز نیست. ایشون میگن که به این صورت آزاد کنه، فرار میکنه. کجا فرار میکنه ایشون؟ کلیه چه 80% از کار افتاده. کلیه وضعیت کلیه اینجوریه. باید اینو مسئولین زندان میدیدن که کلیه داره از بین میره، درمان میکردن. نمیگستن کلیه پسر من از بین بره. کلیه پسر من 80% یکی از کار افتاده، 20% هم یکی از کار افتاده. این نباید اینجوری میشود. الان 2 سالی که من کوچه های تهران سرگردان میگردم، کسیم نیست که به من جواب قانونه بده. از پرونده قضایی حسین چه خبر داریم؟ آیا هیچ تغییری در ارتباط با این پرونده ایجاد شده؟ پرونده از طرف بازجویان
و مسئول دفتر شعبه 26 برای ایشون پرونده سازی کردن و 15 سال هم به زندان حبس دادن. منم چند تا شکایت کردم، منو متاسفانه توسط نشده بود. آقای ملکی، اگه شما یه روزی بتونین با رئیس قوه قضاییه ایران دیدار کنین، دوست دارین در ارتباط با وضعیت پسرتون بهش چی بگین؟ من کل مسائل مطرح میکنم. باید در کشور ما عدالت حاکم باشه، قانون حاکم باشه. من پرونده پسرم در ایران بوده، قرار بود من حضور داشته باشم، وکیل پسرم حضور داشته باشم، چون رو تابیت کنم. یه دستردار آیه فتاری با این کتک با تحت فشار قرار دادن، رو به امضای حکمشون کردن. اینا خلاف قانون بوده، این جرمی نداره. اتهامات دروغ نزدن بهشون. باید کشور ما عدالت حاکم باشه. رهبر هم میگه باید عدالت حاکم باشه، رئیس قوه قضاییه هم میگه عدالت حاکم باشه، کمیسیون حقوق بشر ایران هم در پرونده قتل کلیه مقامات هم نماده و وضعیت پسر من اگه دلم باشه میمیره، کسی هم نیست که جواب باشه. اگر پسر من بمیره مسئول شعبه 26 و بازرگان هستش و مسئولین زندان هستن که توسل نمی کنن. من از مسئولین جمهوری اسلامی مقامات قضایی تقاضای رسیدگی پرونده دارم. من عنوان ولی پسرم شکایت کرده بودم، تاکنون توسل نشده. این اتهاماتی که زده بودم باید وکیل پسرم هم می بود موقع دادگاه هاش به که ابلاغ می کردم، خودم هم می بودم. من متاسفم باید عدالت در کشور ما حاکم باشه. ممنونم از صحبتتون با ما. ممنونیم که امشب هم با اخبار رسا ما رو همراهی کردید. تا فردا شب خدا یار نگهدارتون. خدا نگهدارتون.